پس یه بار دیگه میگم، اینجا فرض بگیریم داخل نورونه، اونجا خارج. گفتیم که پمپ سدیم پتاسیم یونهای سدیم رو به سمت بیرون پمپ میکنه و باعث میشه اگه مثلا 500 تا سدیم بیرون داشته باشید، در داخل مثلا 50 تا داشته باشید، 50 تا انهای مثبت داشته. بچه ها یه نکته مهم، الان اینا یه اختلافی با هم دیگه دارن، این اختلاف چقدر؟ 450 تا. بچه ها این اختلاف میتونه کمتر بشه، مثلا میتونه به دلیلی که حالا صحبت میکنیم پتانسیل عمل، مثلا 150 تا از این سدیم ها بیاد داخل، ولی ممکن نیست که داخل بتونه سدیم از بیرون بیشتر بشه. پس ما اینجا یه شیب غلظتی داریم به سمت داخل، سدیم ها میخوان وارد بشن. کانال نشتی که تعدادش کمه خیلی اجازه نمیده اینا وارد بشن، ولی ما میگیم مثلا یه سری کانال دریچه دار وجود داره که قرار در موردشون صحبت بکنیم، اجازه بیشتری به سدیم ها میدن. ولی کسی آیا میتونه بگه چرا ما اصلا میگیم غیر ممکنه داخل سلول مقدار سدیم از بیرون بیشتر باشه؟ میتونید دست بگیرید به صورت صوتی بیاد صحبت بکنه، چرا همچین چیزی غیر ممکنه؟ خب آقای رفیعی بفرم. سلام. سلام. چون که جزء قواعد انتشار تا جایی پیش میره که مصاحبه بشه، ولی هیچ وقت بیشتر نمیشه. پس نتیجه نهاییش میتونه برابر شدن غلظت باشه، ولی ما میگیم در مورد قشای یاخته عصبی حتی برابری هم رخ نمیده. چرا؟ به دو دلیل که حالا صحبت میکنیم. اولا کانالایی که صحبت میکنیم ممنون کانالایی که صحبت میکنیم دائم که باز نیستن، سری بسته میشن. دوم هم پمپ هم هنوز هست. پس ما میگیم به فرض این که پمپا شما غیر فعالش بکنید، کانال ها هم کامل باز باشن، برابری غلظت ها داری، اصلا غیر ممکنه سدیم داخل از بیرون بیشتر بشه. این برای پتاسیم هم صد میکنه، ولی پتاسیم ها دقت بکنید، من این مدلی مینویسم، مثلا میام مینویسم 300 تا کاه مثبت داخل، چون بالاخره مقدار پتاسیمی که جابجا میشه کمتر نسبت به سدیم، و چند تا کاه مثبت بیرون؟ 30 تا کاه مثبت در نظر میگیرم، 30 تا کاه مثبت بیرون، که اینم با یه رنگ دیگه نشون بدم که حالا میخوام در موردش صحبت بکنیم. پس با رنگ حالا آبی، پس 300 تا کاه مثبت داخل، در حالی که کاه مثبت بیرون چقدره؟ مثلا 30 تا کاه مثبت بیرون. خب پس شیب غلظت پتاسیم به سمت بیرونه، به قولی میگیم پتاسیم تمایل داره به سمت بیرون بره، تمایل داره به سمت بیرون بره، و اگه اجازه بدیم این کار انجام میده. حالا تو حالت پتانسیل آرامش ما میگیم، یا پتانسیل استراحت میگیم، مقدار پتاسیمی که برمیگرده به سمت بیرون نسبت به سدیمی که به سمت داخل برمیگرده بیشتر. حالا دقت بکنید، ما قبلا اینا گفتیم که اینجا ما 530 تا بار مثبت داریم، 530 تا بار مثبت، شاید با اعداد دیگری من این موضوع گفته باشم، بار مثبت، در حالی که داخل چند تا داریم؟ 350 تا بار مثبت، 350 تا بار مثبت. خب میگیم آقا اختلافشون چقدر وقتی در نظر میگیریم 350 نسبت به 530، اختلاف بار مثبتمون چقدره؟ میگیم یه عددی حالا در نظر میگیریم، داخل بار مثبتش کمتره، بیرون بیشتر. بعضی ها میگن آقا پس داخل منفی نیست. بچه ها یه نکته مهم بگم، اینجا خیلی مهمه توجه بکنه، و اون اینه، فرض بگیره هنوز پمپ فعالیتش رو شروع نکرده، داخل و بیرون قشا، وقت در نظر میگیریم داخل یاخته که اینجا داخل یاخته است و بیرون، هم بار مثبت داریم هم بار منفی.
وقتی شما میگید بارهای مثبت به سمت بیرون حرکت میکنن، داخل زور با منفی ها میشه. آقا منفی ها را کتاب صحبت نکرده، بله نشون نداده صحبت نکرده، ولی وجود دارن که، ولی وجود دارن. پس ما میگیم داخل وضعیت منفی پیدا میکنه، بیرون زور بارهای مثبت میچربه وضعیت مثبت پیدا میکنه. پس درسته من اینجا 350 مثبت نشون میدم، اونجا 530 مثبت، ولی یادتون باشه در کنار اینا یه تعدادی هم منفی وجود دارن که منفی ها دیگه اینجوری نیست با هم دیگه بخوان اختلاف داشته باشن، یه عدد ثابتی هن. پس وقتی مثبت ها جا به جا میشن این اختلاف پتانسیل ها ایجاد میکنن. و بازم یه نکته بچه ها، اون بارای منفی که مثلا مال کلور پروتئین ها و امثال اون هست وجود دارن، ولی اونا جا به جا نمیشن توی این مسئله، بارای مثبت هن که جا به جا میشن. خب این تا اینجا پتانسیل استراحت. پتانسیل استراحت گفتیم تحت تاثیر دو تا چیزه، یکی این که پمپ سدیم پتاسیم، مقدار سدیمی که میبره بیرون 3 تاست، پتاسیمی که میاد داخل 2 تا، 2 تا بار مثبت میاد داخل 3 تا میره بیرون. پس داره داخل از بارهای مثبت تخلیه میشه، زور منفی بیشتر میشه. و دومی گفتیم پتاسیمایی که میان داخل تعداد کانال ها در حد بیشتری هست و بنابراین میتونن راحت برگردن خارج. در مورد سدیم ها میگیم این اتفاق به اون صورت رخ نمیده، مقدارش کمتر هست. خب این تا اینجای مطلب که قبلا در موردش صحبت کردیم. حالا ما خواهم بریم سراغ بحثی به نام پتانسیل عمل. بچه ها واسه اینکه پتانسیل عمل ها خوب متوجه بشین، باید کانال های دریچه دارا بدونیم چیه. ما کانال های نشتی ها گفتیم، ولی هنوز کانال های دریچه دارا اسمی ازشون نیاوردیم. برای سدیم و پتاسیم به صورت اختصاصی کانال های دریچه دار وجود داره. این کانال های دریچه دار در حالتی که سلول در وضعیت آرامش سلول عصبی اینا بسن و مثلا یه دونه کانال دریچه دار سدیمیه Na مثبت، این بس است تو حالت آرامش، بس است. اون طرف هم من میتونم یه کانال دریچه داره دیگه در نظر بگیرم که مربوط به چیه؟ پتاسیم، با رنگ خودش نشون میدم که اون کانال دریچه دارم وقتی در نظر میگیریم بس است. خب حالا بچه ما یه نموداری داریم، این نمودار میاد پتانسیل قشارا در زمانهای مختلف نشون میده. من اینجا میتونم رسمش بکنم. یه صفر داریم اینجا، صفر، و اینجا مثلا در نظر بگیریم پتانسیل قشا که حالت آرامش منفی 70. پتانسیل قشارا در حالت آرامش داریم که من بازم بیام با یه رنگ دیگه اینو نشون بدم. این پتانسیل آرامش. بچه‌ها من از این به بعد میام این نموداری که صحبت میکنم و شماره گذاری میکنم بخشای مختلفش. هر قسمتی رو میخوام شماره گذاری بکنم. مثلا میام اینجا رو میگم شماره 1 و امروز یه خورده بیشتر میخوام از شما استفاده بکنم. بچه‌ها در شماره 1 وضعیت سلول از نظر یونی کانالی پومپین رو میخوام ببینیم به چه صورت، هر کسی میخواد داوطلب بشه دست بگیره صحبت کنه در نقطه 1. خب آقای سعیدی بفرمایید. سلام. وضعیت کانال ها که نشتی و پمپ سدیم پتاسیم که همواره فعالن و بازن. پس پمپ سدیم پتاسیم داره فعالیت میکنه، کانال نشتی داره فعالیت میکنه، این مال همواره است. یعنی هر جایی نمودار این موضوعاتی که الان میگه ما میشه بگی. خب جریان یونها چجوریه؟ سدیم وارد میشه یا خارج میشه؟ سدیم از طریق پمپ سدیم پتاسیم خارج میشه دوتاش، بله، و پتاسیم سه تا وارد میشه. اول سدیم ها بگیم، تفکیک، اول سدیم ها بگی جریاناش به چه صورت. بله، سدیم از طریق پمپ اثر کانالهای نشتیش وارد میشه، اما به مقدار کم. به مقدار کم که روشش اسمش چیه؟ انتشار ساده، انتشار تحصیل شده. تحصیل شده. خب بعد پمپ چی؟ پمپ سدیم پتاسیم برعکس عمل میکنه، یعنی به این صورته که دو تا سدیم میاره داخل و سه تا پتاسیم میبره بیرون. نه نه، این هم سه تا سدیم به صورت انتقال فعاله. صبر کنید، پمپ سدیم پتاسیم سدیم رو میبره بیرون. بله میبره بیرون، برخلافش شیوه غلظت یا درجه.
برخلافش به قصد انتقال فعال. پس ما در نقطه یک هم ورود سدیم داریم هم خروج سدیم. خروج سدیم. ورود از طریق کانال نشتی، خروج از طریق پمپ سدیم، پتاسیم. حالا پتاسیم رو بگید وضعیتش به چه صورت؟ پتاسیم از طریق کانال های نشتی به مقدار زیادی خارج میشه. بیشتر از سدیم. آره خارج میشه، به مقدار زیادی خارج میشه. و از طریق پمپ سدیم پتاسیم هم به مقدار 3 تا در هر فعالیتش از طریق انتقال فعال خارج میشه. نه داخل میشه. یه خورده البته میدونم استرسه با میکروفون صحبت کردنه. پتاسیم توی هر بار فعالیت پمپ دو تاش وارد میشه، وارد میشه به روش انتقال. درسته. بله بله. پس ورود پتاسیم ما به روش انتقال فعال داریم، خروجش به روش انتشار تحصیل شده داریم. و این جملاتی بود که میشد در رابطه با نقطه یک بگیم. ممنون. خب بریم سراغ نقطه دو. بچه اولین اتفاق در پتانسیل عمل اینه که باعث میشه نمودار بره به سمت بالا در نقطه دو رخ میده. این اتفاق چیه؟ باز شدن کانال های بله آقای رفیعی درست دارید میگه، همه جا ورود و خروج ها داریم، همه جا بدون استثنا در نقطه، ولی اینکه از چه طریقی وارد یا خارج میشه یه مولکول، این خیلی مهمه تو مقایسه ها و تو سوالایی که مطرح میکنه. بچه ها در نقطه دو کانال دریچه دار سدیومی چی میشه؟ باز میشه. و سدیوم ها که مثل، حالا من میگم مثل اینایی هستن، حالا مترو مثال بزنم، مترو رسید پشت دروازه سالن تا دروازه میشه هجوم میارن، حالا اصفهان کمتر ولی تهران خیلی بیشتره، اینا هجوم میارن به سمت داخل. ولی یه نکته، آیا همشون میان؟ نه. و مثلا 150 تا سدیم میاد داخل، 150 تا NI مثبت، اعداد فرضیه ولی نکته ای داخلش نهفته است. 50 تا از قبل بود، 150 تا هم اومد، شد چند تا؟ 200 تا. بیرون 150 تاش تخلیه شد، 350. بچه ها نکته مهم، هنوزم که هنوزه بیرون بیشتر از داخل سدیم داره. خب حالا این یورش یک باره اینا، هجوم یک باره اینا باعث میشه همینجور پتانسیل داخل شروع کنه به سمت مثبت شدن پیش بره، تا به یه جایی برسه که دیگه مثبت 30ه. اینجا یه اتفاق مهم رخ میده، به عبارت دیگه دو تا اتفاق مهم رخ میده. اینجا خیلی شبیه نمودار قلب الکتروکاردیوگرام زمانی که QRS ثبت میشه و انقباض بطن شروع میشه، میگیم دو تا اتفاق رخ میده، دریچه های دلیز بطنی بسته میشن اول، بعد سینی باز میشه. پس در یک زمان خیلی کوتاه همزمان یه بسته بودن اینا را داریم. اینجا هم همینطوره. یعنی چی؟ وقتی رسیدید به این قله بچه ها، اینجا توی این نقطه، دوتا اتفاق به ترتیب اینجوری رخ میده که میگیم کانال دریچه دار سدیومی بسته. دیگه من با شرح نمی نویسم، میگم NI مثبت چی؟ بسته. کای مثبت چی میشه؟ باز میشه. و اگه جایی شنیدید در یک زمان بسیار کوتاه همزمانی بسته بودن دریچه ها را داریم، درسته، ولی خیلی تو کتاب شما راجع به این موضوع شرح نداد. این یه مطلب. بچه ها یه نکته مهمه دیگه اینجا داریم و اون بحث باز شدن، باز بودنه. یعنی چی؟ ببینید توی الکتروکاردیوگرام وقتی موج تی شروع میکنه ثبت بشه، آیا این جمله درسته که بگم دریچه‌های سینی باز میشون وقتی موج تی شروع میکنه ثبت بشه؟ آیا درسته بگم دریچه‌های سینی باز میشون؟ کسی یادش هست؟ کسی چیزی نمی نویسه انگار، نکنه سر. خیلی میگیم درست نیم، میگیم آقا باز هستن،
باز هستند. پس باز بودن با باز شدن، بسته بودن با بسته شدن خیلی فرق داره. به عبارت دیگه، من اگه به همون سبک شماره گذاریم پیش برم، در نقطه مثلا شماره 3 وقتی در نظر میگیرم این نقطه 3، کانالای دریچه دار سدیمی اگه بگم باز میشوند، غلط، باز هستن. در نقطه شماره 4 حالا میگم میشوند. چه میشوند؟ چه بلایی سرشون میاد تو 4؟ میگیم سدیمی بسته میشه، پتاسیمی چی میشه؟ باز میشه. سدیمی بسته شد یعنی دیگه سدیم نیاد داخل، ادامه نده کارشون. حالا نوبت پتاسیمیه که باز بشه و پتاسیم ها شروع بکنن هجوم ببرن به سمت بیرون، شروع میکنه داخل وضعیت منفی پیدا بکنه. پس نمودار همینجور شروع میکنه به سمت پایین پیش بیا. نمودار همینجور شروع میکنه به سمت پایین پیش بیا. طوری که مثلا در نقطه شماره 5، مثلا من اینجا را 5 در نظر میگیرم، در نقطه شماره 5 میگم کانالای دریچه دار پتاسیم میچیم باز. خب میگیم آقا نمودار میاد و میاد و میاد تا برسه به پتانسیل منفی 70. اینجا میشه نقطه 6. بچه ها در نقطه 6 کانال های دریچه دار پتاسیمی چی میشه؟ کای مثبت بسته میشود. این بسته شدن چه نتیجه‌ای داره؟ خیلی مهمه. پتانسیل قشا برگشت به حالت استراحت. یعنی شاید یه جور دیگه بتونم بگم، من میتونم اینجوری بگم، باز شدن کانال های پتاسیمی پتانسیل قشا را برمیگردونه به سمت حالت استراحت، بسته شدن پتاسیمی تو حالت استراحت نگهش میداره دیگه، دیگه نمیگذاره پایین تر بره. پس در نقطه 6 بسته بودن کانال های دریچه دار پتاسیم. نقطه 7 یکم برم جلوتر، مثل نقطه 1 فرقی نمیکنه از نظر وضعیت کانال ها، ولی یه نکته داره بچا. قبل از اون که اون نکته را بگم یه خورده رو اینجا زوم بکنم و یادم باشه که اون نکته مهمم چند تا مطلب امیدوارم یادم نره که مطرح بکنم. بچا یه نفر دست بگیره نقطه 3 و 5 با هم دیگه میخوام مقایسه بکنم و بعد من راجع به نقطه 6 بیشتر صحبت بکنم. خب آقای رفیعی بفرمایید. بله، نقطه 3 و 5. بچه ها وقتی میگم مقایسه بکنید، جملات اول برخلاف بگید، بعد بگید همانه، و سعی کنید کلیگویی ها بگذارید کنار، ریز صحبت بکنید. بفرمایید. خب میتونیم بگیم که تو نقطه 3 کان های درش داره سودیومی باز هستن و تو نقطه 5 برخلافه. برخلاف خب دیگه چی؟ نقطه 5 برخلاف نقطه 3 کانال های دریچه دار پتاسیمی باز هستن. بله. توی هر دو نقطه هم پمپ سدیم پتاسیم فعاله، هم کانال های نشتی باز هستن. آفرین. توی هر دو نقطه هم ورود سدیم داریم، هم خروجش، هم ورود سدیم داریم، هم خروجش. دیگه چی بگیم؟ تو نقطه 3 همین دیگه چی میگم؟ خب حالا من بازم نه، تا الان خیلی خوب اومدی، تا الان این کلاس قبلی یه نفر اومده و میگه آقا حرکت جریانه یا حالا ضبط هم میشه، ولش کن ادامه نمیدن. حالا بحث من اینه که گفتم آقا اینقدر کلی گویی نکن، ریز صحبت کن، با جزئیات صحبت. در نقطه 3 شما خودتون بگید آیا ما ورود سدیم داریم؟ مثل نقطه 5 از چه طریق هایی داریم در نقطه 3؟ همکاران نشتی ورود سدیم داره، همکاران دریچه دار. آفرین. در نقطه 5 چی؟ 5 هم ورود سدیم داره، فقط به یه طریق، اونم همکاران نشتی. آفرین. در مورد پتاسیم حالا صحبت میکنیم، در نقطه 3 آیا خروج پتاسیم داریم؟ بله. از چه طریق؟ پمپ سدیم پتاسیم. نه، خروج پتاسیم. نه، ببخشید، کانال های نشتی پتاسیم. در نقطه 5 خروج پتاسیم. بله، هم کانال نشتی و هم کانال دریچه دار. آفرین. و مثلا در نقطه 3 آیا خروج سدیم داریم از طریق کانال؟
بله پمپ سدیم نه صبر پتاسیم. کن، جمله تا آخر گوش نکردی. خروج سدیم از سر کانال نیست. نیست، اصلا ممکن نیست همچی چیزی. چرا ممکن نیست خروج سدیم از سر کانال؟ غلظت رو فرق میکنه. غلظت سدیم کجا بیشتره؟ یه لحظه دیگه صداتون نمیاد. حالا من ادامهش میدم دیگه، اصل مطلب گفتم. چون غلظت سدیم بیرون بیشتره، اصلا ممکن نیست ما خروج با کانال داشته باشیم برای سدیم، ورود با واسه با کانال داشته باشیم برای پتاسیم. چنین چیزی اصلا ممکن نیست بچه ها اتفاق بیفته. این یه مطلب. مطلب دیگه ای که میخواستم صحبت بکنم بحث بازگشت به حالت آرامشه. بچه ها وقتی میگیم بازگشت به حالت آرامش، دو تا موضوع ها میتونیم مطرح بکنیم. دو تا موضوع. یک، پتانسیل غشا به حالت آرامش برگرده. خب چجوری برمیگرده؟ کانال های دریچه دار پتاسیمی وقتی باز میشن، یون های مثبت میرن به سمت بیرون، پتانسیل غشا به حالت آرامش برمیگرده. تای کارم همینجا مثل اینه کرکره مغازه را میکشی پایین، قفلش میکنه. اینجا قفلش میکنه رو منفی 70. پس تای کارش هم بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی. پس هم باز شدنشون به این کار کمک میکنه، هم بسته شدن. باز شدنشون میبره سمت منفی 70، بسته شدنشون رو منفی 70 نگه میداره. ولی اینجا ما یه مشکل داریم. مشکل اساسیمون ببینیم چیه. مشکل اساسیمون بچه ها اینه که اول کار اختلاف اینجا را خیلی دقت بکنه، نکته مهمه. اختلاف سدیم بیرون و داخل چقدر بود؟ 450. خیلی اختلاف داشته. با این اتفاق اختلاف کمتر شد، رسید به 350 و 200. یعنی 150 تا اختلاف. خب کم شد اختلافمون، ولی یادتون نره بازم بیرون بیشتره سدیمون، بازم سدیم بیرون بیشتره، ولی اختلافمون کمتر شد. حالا بچه ها ما میخواییم اختلافمونم برگرده به 550 برای سدیم، برای پتاسیم هم مثلا به 330 برگرده. چه جوری برمیگرده؟ حالا این جمله میشه فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم. آقا قبلش مگه فعالیت داشت؟ بله، ولی فعالیتش کم بود. مثل این میمونه، شما یه قایقی دارید سوراخه، یه مقدار آب میاد داخلش، میگیم آقا دارید این آب خالی میکنه، یک باره این سوراخ باز میشه آب زیاد، شما فعالیتت باید بیشتر بشه، برگردونی به حالت اولی اختلاف. این هم همچین وضعیتی داره. یه سوال بپرسم ببینیم کی جواب میده. پس اینو خب من تخته جدید رو بیارم. بچه ها پتانسیل قشایی ثبت شده به عدد منفی 20. به عدد منفی 20 ثبت شده. بگید وضعیت کانال های دریچه دار چجوری هست؟ آقای مدرسی بفرم. عدد منفی 20 رو ما ثبت کردیم، اینم 0، منفی 20 ثبت شده. وضعیت کانال های دریچه دار چه جوری؟ شما هم میتونید بنویسید، اون پایین میتونید بنویسید. بفرمایید. آی فاطمی آفرین آفرین، خیلی عالی. اون پایین دارن می نویسن. حالا چون شروع نکردی صحبت بکنید، من دیگه میگم. میگم آقا منفی 20 که داری صحبت میکنی کجا را صحبت میکنی؟ این منفی 20، اینم منفی 20. پس دو تا وضعیت براش داریم. حالا چجوری متوجه بشیم؟ ما میگیم آقا اگه گفتن پتانسیل قبل از اینش چی بوده میتونیم بگیم، یا بعد از اینش چیه. مثلا میگیم از منفی 20 رسید به مثبت 30. حالا بگی تو این منفی 20 چه وضعیتی داری؟ از منفی 20 رسید به مثبت 20، سدیمی بازه. حالا میگیم از منفی 20 مثلا رسید به منفی 50.
پتاسیمی بازه، سمت راستیه. پس خیلی مهمه این نکته ای که مطرح کردیم که وقتی یه عدد رو مطرح میکنیم، مثلا میگیم پتانسیل غشا صفره، شما نمیتونید اظهار نظری بکنی و میگیم در دو نقطه این صفر ما داریم. اینم مطلبی بود که من میخواستم اینجا مطرحش بکنم. خب تا اینجا اگه سوالی هست میتونید بپرسید و اگه سوالی نیست که آقای سعیدی احتمالا سوال دارید میتونید بپرسید. بله. دو حال که هر دو کانال دریچه دار بستندی یا هم پتانسیل آرامش داریم هم یه مدت زمان کوتاهی مثبت سی، توی مثبت سی در یک نقطه کوتاه که این موضوع خارج از کتابه. و یه چیز دیگه استاد، ما وقتی برمیگرده دوباره به حالت پتانسیل آرامش یکم میاد کمتر از منفی. آها حالا یه نکته، بعضیا میگن آقا وقتی کانال دریچه دار پتاسیمی بسته میشه و پمپ فعالیتش بیشتر میشه، پمپ در اونا یکم منفی تر میکنه، یعنی باید بیاد یکم پایین تر. چرا کتاب نشون نداده که میاد پایین؟ کتاب نخواسته بچه ها شما را درگیر این جزئیات بکنه. تو هر کتاب فیزیولوژی برید میبینید از منفی 70 یکم میاد کم تر. پس این موضوع خارج از کتابتونه. به دو دلیلم هست، یکی اینکه کانالای دریچه دار پتاسیمی یکم دیرتر بسته میشن، دو خود پمپ هم در اونا یکم منفی تر میکنه، ولی این موضوع اصلا تو کتابتون نیست. این موضوع تو کتابتون نیست. شبیه اون موضوعیه که نمیدونم یه دانش آموز خیلی اصرار داشت این موضوع مطرح بکنه که آقا آکسون هم میتونه پیام رو دریافت بکنه. من گفتم آقا تو کتاب شما دریافت کننده های پیام دندیتن و جسم سلول، از نظر علمی ابتدای آکسون هم میتونه پیام رو دریافت بکنه، ولی تو کتاب شما نیست. اینکه از منفی 70 بره پایین تو کتاب شما نیست. یه نفر واسه المپیاد کار میکنه باید بله خیلی علمی مطلب بدونه، در سطح شما لزومی نداره، در همین سطح ساده بدونید کافی هست. خواهش میکنم آقای مدرس. خب بریم سراغ مورد بعدی. مورد بعدی بچه ها میخوام دیگه روی متن و شکل توضیح بدیم و حالا من این قسمت ها به اشتراک میگذارم و تختم میبندم و خب چه شد؟ خب یه بار دیگه به اشتراک میگذارم. خب دیگه این از این نکات خیلی عجیبشه، این سیستم خودش قاطی کرده فکر میکنم. خب بچه ها در مورد این شکل ها میخوام توضیح بدیم و نکاتی مطرح بکنیم. اول در مورد کانال پتاسیم، چه کانال پتاسیمی چه پمپ سدیم پتاسیم جزء پروتئین هایی هستن که بهشون میگن پروتئین های سراسری یا سرتاسری هم بهشون گفته میشه. این پروتئین ها هم با بخش آب دوست فسفولیپید تماس دارن که فسفات به علاوه گلیسرول هست، فسفات به علاوه گلیسرول هست، من یه خورده اینا کوچیک‌ترش بکنم، به علاوه گلیسرول هست که گلیسرول به علاوه گلیسرول هم با بخش آب گریز که چیه؟ اسید چرب. و بچه ها یه نکته جالب، این پروتئین هایی که اینطوری هستن اون بخشایش که در مجاورت فسفات فسفولیپید قرار دارن آب دوسته، اون بخشایی که در مجاورت اسیدهای چرب قرار دارن آب گریزه. و خودشون پروتئینایی هستن که میگم یه وضعیت دوگانه اینجوری دارن، یعنی این سرشون و این سرشون آب دوسته و اون وسط ها حالت آب گریز دارن. خب این تا این جای مطلب در رابطه با کانال پتاسیمی که قطعا یه کانال نشتیا داره نشون. بریم سراغ پمپ سدیم پتاسیم. بچه ها شکل در حدی هست که یه تست کنکور بتونه ازش بیاد، شکل در حدی که یه تست کنکور از توش در بیاد هست. پس دقت بکن ببینین بچه ها، یه مثال ساده بزنم.
بحث پمپ سدیم پتاسیم مثل این، حالا میتونم بگم سرویس های مدارس هست که مثلا از این نقطه دانش آموز سوار میکنه میره در یه نقطه دیگه، حالا جمله مون دقت کنید، اینا را پیاده میکنه اول، بعد یه گروه دیگه را سوار میکنه برمیگردونه مثلا به نقطه اول. همزمان اینا با هم سوار نمیشن، این خیلی مهمه. با در مورد سدیم پتاسیم میگیم وضعیت اینطوریه. ببینید ترتیب کارا دقت بکنید، اولا این چرخ است، یعنی نمیتونیم بگیم آقا یکش اینه دوش اینه و دوباره از دو برمیگرده به یک. اینا مد نظرتون داشته باشید، من میتونم از این شروع کنم، پس به اشتباه نگید که حتما این شروع کاره، نه این یه چرخ است که تکرار میشه. حالا ببینید پتاسیم اومد بیرون تخلیه شد، این هم مسافریه که قبلا سوار شده بودن، سدیم ها سوار شدن. حالا سدیم ها سوار شدن ولی پروتئین ما این شکلیه، ولی مشکلی، ولی پروتئین ما این شکلیه، باید این شکلی بشه. ما خواهیم ببینیم چه جوری این اتفاق رخ میده، ما خواهیم ببینیم بچه ها چه جوری این اتفاق رخ میده. خب حالا بچه ها این ATP ها نگاه بکنید، خیلی اینجا واسه ما اهمیت داره. برای تغییر شکل پمپ سدیم پتاسیم ATP میاد میچسبه به پمپ سدیم پتاسیم. اینجا بچه ها پمپ سدیم پتاسیم یا آنزیمه، آنزیمی که پیش مادهش بگید چیه؟ پیش ماده پمپ سدیم پتاسیم چیه؟ ATPه. بچه ها یون ها پیش مادهش نیستن ها، و ATP ها جا به جا نمی کنه یا فسفات ها با یون ها را جا به جا می کنه. پس این دو تا را تفکیک بکنه از هم دیگه. پیش مادهش ATPه، فراورده هاش چی ها؟ ADP به علاوه فسفات. بچه ها یه نکته مهم در رابطه با بحث ATP و ADP، خب اینجا پمپ سدیم پتاسیم داره ATP ها تجزیه میکنه، ADP تولید میکنه، ولی ما دوباره ATP نیاز پیدا میکنیم. بعدن کجا قراره این ADP و فسفات تبدیل بشن به ATP؟ کجا؟ مثلا میتوکندری. آقا یعنی چی مثلا میتوکندری؟ بچه ها مثلا گلوبول قرمز بالغ که میتوکندری نداره، باکتری که میتوکندری نداره، آقا اونا پمپ دارن، پمپ سدیم پتاسیم؟ بله دارن. آقا به چه دردشون میخوره؟ مثلا گلوبول قرمز به چه دردی میخوره واسش؟ این یه بحث خارج از کتاب درسی شماست که مثلا گلوبول قرمز بالغ وقت در نظر میگیریم و کلا بقیه سلول زنده ما همشون پمپ سدیم پتاسیم دارن. دلیلش چیه؟ ببینیم داخل سلول این پروتئین وجود داره، مثلا گلوبول قرمز پر از هموگلوبین که فشار اسموزی خیلی بالا میبره داخل و سلول ممکنه آب جذب کنه به ترکه. سلول نمیخواد این اتفاق رخ بده، میاد یه اختلاف یونی میندازه بین بیرون قشا و داخل، طوری که یون ها بیشترشون بیرون جمع میشن، نتیجه فشار اسموزی در سطح اطراف قشا افزایش پیدا میکنه، پس سلول آب جذب نمیکنه. شما خیلی شنیدید که فشار اسموزی داخل سلول با بیرون برابره، ولی خیلی اینجوری ها که فکر میکنید نیست همیشه. مثلا ما با مایع بین یاخته یه جای میگیم واقعا خیلی فشار اسموزیش کمه، ولی همین پمپ سدیم پتاسیم به کمک سلول میاد تا اون تعادل اسموزی برقرار بکنه، سلول آب جذب نکنه بهتره. حالا موضوع خارج از کتابتون بود، برگردیم به موضوع خودمون. گفتم این بازسازی میتونه درون بچه ها میتوکندری رخ بده، میتونه درون میتوکندری رخ نداره. مثلا گلوبول قرمز بالغ ما که میتوکندری نداره، پس آقا چجوری انجام میده؟ مثلا تخمیر انجام میده. بعدم میخونید که این تخمیر بهش میگن تخمیر لاکتیکی. باکتری ها هم تخمیر دارن، انواع مختلف دارن، تنفس بی هوازی دارن بدون میتوکندری، یه سریشون هم هوازیه، حتی اونم که هوازیه الزاما میتوکندری در کار نیست. حالا از این موضوع بگذر، بچه ها ATP تجزیه میشه به ADP و فسفات. این تجزیه شدنش شکل رو عوض میکنه، اینطوری میشه. حالا دقت بکنه،
فراورداش دو تا. دقت بکنید که اینا در داخل سلولن، یعنی ATP، ADP، این فسفات از سلول بیرون نمیرن و در سطح داخلی به پمپ وصل میشن، نه در سطح بیرون. خودش نکته مهمیه. حالا فسفات خیلی وفاداره، میمونه، ADP نمیمونه، این کنار قرار داره. چرا میمونه؟ حالا صحبت میکنه. وقتی شکل اینطوری شد، سدیوم ها تخلیه میشن، پتاسیم ها میان بارگیری میشن، حالا میخواد شکل برگرده. چه جوری برمیگرده؟ اینجا را دیگه کتاب خیلی مبهم و زیر پوستی گفته، فسفات جدا میشه تا برگرده. اینجا ببینید فسفات نیست. آقا یعنی هر دو تا تغییر شکل نیازمند انرژی؟ بله، ولی یه جورایی میتونم بگم، من یه مثال ساده میزنم و مثال سادم اینه، نمیدونم صدا میاد، دارن بیرون ساختمون سازی میکنن، صداش بد جور توی مغز من. حالا بچه ها مثل فنر میمونه. شما مثلا ATP همون اول که تجزیه میشه یه فنری ها جمع میکنه، فسفاتش میمونه. من فنر ها جمع میکنم، بعد یه گیره بهش میندازم، وقتی گیره را برداری فنر باز میشه. جدا شدن فسفات همون برداشتن گیر است، دوباره برمیگردونه به شکل اولیش. پس دقت بکنید، شما ترتیب اتفاقات اینجا خیلی واسطه مهمه. مثلا مثال میزنم، با تجزیه ATP بچه ها ورود پتاسیم رو داریم یا خروج سدیم بلا فاصله بعد از تجزیه ATP؟ بلا فاصله بعد از تجزیه ATP خروج سدیم داریم، بلا فاصله بعد از جدا شدن فسفات ورود پتاسیم رو داریم، ورود پتاسیم رو داریم. خب این تا اینجای مطلب در رابطه با این شکل و نکاتی که میتونستیم مطرح بکنیم. من یه انیمیشنم به اشتراک بگذارم واسهتون که ببینید در رابطه با این موضوع، و حالا موضوع خیلی واضح تر بشه واسهتون. خب من اول مطمئن بشم بچه ها انیمیشن ها که داشتید میدیدید دیگه، الان تصویر داشتید دیگه؟ نه قبل این داشت نداشتید تصویر؟ من اشتراک دسکتاپ کردم دیگه. حالا داشتید پس قبلش؟ ببینید من الان اشتراک دسکتاپ کردم، پس قاعدتا دارید. حالا من روی انیمیشن توضیح میدم، بعد انیمیشن هم در اختیارتون قرار میدم که ببین. ببینید اینجا داره بحث پمپ سدیم پتاسیم مطرح میکنه. بچه ها اینجا اینا یون های سدیم هستن، پتاسیم قبلا خالی شده، اول مسافر باید خالی بشه بعد مسافر جدید بیاد. ببینید سدیم نیش هست، ATP هم اومد وز شد، تجزیه شد به ADP، فسفات ببینید بچه ها مونده و حالا تغییر شکل ایجاد میشه. خب حالا نگاه کنید، سدیم تخلیه میشه، پتاسیم میاد میشه، پتاسیم نیشه. حالا اینجا را نگاه کنید، فسفات جدا شد، تغییر شکل و در نتیجه پتاسیم رو بیان میاد اومده و این همی جور ادامه پیدا میشه به صورتی یه چرد. حالا یه خورده ادامه تروازم توضیح میده. مخواد بگه که سدیم از غلظت کم به زیاد داره میره، پس انرژی میخواد. میگه ریکوار نیازمند انرژی. ببینید سدیم رفت نیش هست، انرژی میخواد، ATP بهش انرژی میده به پمپ. ATP is produced by oxidative adenosine triphosphate یه نو نوکلئوتید. و حالا حالا ببینید پتاسیم اومد، فسفات جدا شد به این صورت. خب این تا اینجا
بچه ها من ترجیح میدم که این بحث بچه ها من توی کانال آپارات سعی میکنم انیمیشن ها هم بارگذاری بکنم. خوشبختانه اینترنت که دارم خیلی حجم بالایی داره. یه بار پیام صوتی گذاشتم یه جایی بود گفتم مثلا این حجم باقی مانده شما 200 گیگه، بعد گفتم آقا این نصفش هم داره همجون ماهیانه هدر میره و کاریش هم من نمیتونم بکنم و راحت میتونم اینا رو بارگذاری بکنم انجام میدم، فقط وقت خود کارش انجام میدم و حتما این کار رو انجام میدیم، انیمیشن های مختلف رو بارگذاری میکنیم توی اون کانال. خب بچه ها بریم سراغ قسمت همکاران میگن این رمز وای فای دا بیایم پیدا بکنیم و میگم بالاخره حجم بالای خیلی هم هزینه نمیدیم بابتش ولی حجم خوبی داریم. حالا بریم سراغ صفحه بعدی. و حالا اینم به عنوان پریز بود یه مدرسه داشته میرفتیم، گفتم حالا همکارا بچه ها کسی باب اسفنجی واسه بچهش نمیخواد یه 50 گیگ باب اسفنجیه و ما همجوری دیگه حجم که زیاده میگیم همجور دانلود بکنیم بره اینا رو هدرش ندیم، کل باب اسفنجی ها رو دانلود کرده بودیم 50-60 گیگ بود بردیم واسه شو. خب این هم تا اینجا. البته نسل شما فکر کنم 2-3 روزه اینا رو نابودش میکنه، یعنی شما ماشاءالله رحم نمی کنید به اینترنت، ما یه خورده رعایتش هم میکنه. خب برگردیم، حالا یه خورده خستگیتون در رفع آخرین بحث ها بگیم، پتانسیل عمل ها روی متن میخوام توضیح بدیم. حالا میام. خب دانستی که در حالت آرامش، یه خورده بزرگترش بکنم تصویر ها، دانستید که در حالت آرامش بار مثبت درون یاخته عصبی از بیرون آن کمتر است. این تا اینجا جمله. خب حالا دقت بکنید چی دارم میگم دیگه، اونجا صحبت ها بچه ها دیگه ادامه ندید صحبت ها و یه خورده رعایت بکنید، من مجبورم این مقدار خستگی شما در بره ولی قرار نیست دیگه ادامه بدید. خب برگردم به بحثم. بچه ها هنگام پتانسیل آرامش بار مثبت بیرون بیشتره، درون بار منفی داره. حالا سوال میپرسم هنگام پتانسیل عمل وضعیت بارها به چه صورته؟ میتونید دست بگیرید صوتی صحبت کنید. هنگام پتانسیل عمل وضعیت بارها اصلا بار مثبت درون بیشتره یا بیرون؟ خب آقای رفیعی بفرمایید. هر دو حالت میتونه باشه، هر دو حالت هست، یعنی وقتی که با خط صرف هستیم آفرین، وقتی که پایین تر از خط صرف هستیم بیرون میشه. پس ما خط صفر ملاکمونه، میگیم آقا تو این قسمت بالای خط صفر از اینجا تا اینجا پتانسیل داخل مثبت نسبت به بیرون، از اینجا تا اینجا پایین خط صفر پتانسیل داخل منفیه. بنابراین وقتی بارها را در نظر میگیریم، بار مثبت و منفی را در نظر میگیریم، ما میگیم اون قسمت بالای صفر بار مثبت داخل بیشتر از بیرونه، زیر صفر بار مثبت بیرون بیشتر از داخله. پس در مورد پتانسیل عمل شما نمیتونید یه اظهار نظر قطعی بکنید، باید ببینید کجای نمودار. و بازم یه نکته در نظر بگیرید، مثلا میگن وقتی که در پتانسیل عمل بار مثبت داخل بیشتره هم میتونه اینجا باشه، بچه ها این خیلی مهمه با خیلی از اینجا میشه سوال در آورد، هم میتونه اینجاها باشه هم میتونه اینجاها باشه. مثلا بگیم وضعیت کانال ها به چه صورته، چنین حالتی ها در نظر بگیره. خب یه نفر دستش خورده رو کیبوردش، میدونم اینا را میدونیم، بالاخره یه اختلاف قائل میشیم بین بعضی چیزا. حالا پس من دارم میگم بچه ها وقتی داخل بار مثبت بیشتری داره، همین نقطه تمام نقاط بالای این قسمت هست دیگه، بار مثبت داخل چیه بیشتره، در این قسمت ها بار مثبت داخل کمتره و بیرون حالت مثبت تری داره. خب
برگردیم به بحث خودم. ولی در حالت آرامش نه دیگه، بار مثبت بیرون بیشتر. حالا بریم سراغ غلظت سدیم و پتاسیم. بچه ها باسه اینومین بار همواره در تمام مراحل پتانسیل استراحت آرامش سدیم بیرون بیشتر از داخله، پتاسیم داخل بیشتر از بیرونه، در تمام مراحل استثناء هم نداره. وقتی یاخته عصبی تحریک می شود، آقا یعنی چی یاخته عصبی تحریک بشه؟ ببینید در ادامه اینا می خونیم دو تا روش برای تحریک یک یاخته عصبی وجود داره، دو تا روش اصلی حالا می تونم. یک، من این دو دستم مثلا رو سرم می گذارم، الان نورون حسی من تحریک شد، پیام رفت به سمت نخاع و مغز. چجوری تحریک شد؟ محرک بیرونی. پس این تحریک میتونه تحت تأثیر بچه ها چی باشه؟ محرک بیرونی. آقا این محرک بیرونی چه کرد با این سلول که تحریک شد؟ این محرک بیرونی خیلی ساده است بچه ها، کانال های دریچه دار سدیومیش را باز کرد. یعنی ما یه سری کانال دریچه دار داریم توی مثلا فرویگی یه سری نورون ها که اینا با گرما باز میشن، یه سریشون هستن با یا علی رفت. بچه ها یه یاخته عصبی وقتی میگیم تحریک میشه یعنی کانال های دریچه دار سدیومیش باز میشن. خب حالا این تحت تأثیر چیه؟ گفتم میتونه تحت تأثیر محرک های بیرونی باشه. مثلا یاخته عصبی حسی که تو پوست دست من وجود داره، انواعش وجود داره یاخته‌های حسی این قسمت. بعد اینجا دندلیتاشون قرار داره که نقشه گیرنده را دارن، میگیم در اینا کانال‌های دریچه دار سدیومی هست، یه سریشون اصلا با لمس کردن، یه سریشون با فشار، یه سریشون با گرما و حتی یه سریشون با ترکیبات شیمیایی باز میشن. حالا اینجا دقت بکنید یه نکته ریز مطرح میکنم، اینجا پیام عصبی بچه‌ها دریافت نشده، ایجاد شده، تولید شده، پیام عصبی جای بیرون نبوده که بخواد دریافت بشه. حالا این سلول پیام عصبی درش ایجاد میشه، میره و میره و میره تا نخاع، میخواد به سلول بعدی منتقل بکنه. در سلول بعدی حالا دو تا جمله داریم، هم پیام عصبی دریافت میشه هم در خودش ایجاد میشه پیام عصبی. پس اونجاست که اصطلاحا هم بهش میگیم سیناپس، میگیم پیام عصبی هم اونجا دریافت شده هم تولید پیام عصبی در خودش صورت گرفته. تولید پیام عصبی یعنی تولید پتانسیل عمل، اصلا پیام عصبی یعنی پتانسیل عمل. فقط این پتانسیل عمل حالا صحبت میکنیم جلسه بعد همینجور میره جلو، خب همون پیام عصبیه که داره میره جلو. خب این در رابطه با این موضوع. من سر این قسمتم بگم و بحثم و دیگه سری جمعش بکنم، ساعتم نگاه بکنم که واسه کلاس بعد مشکل ساز نخوان بشیم، یه سه دقیقه فرصت داریم، خیلی هم مطلب نیست. خب وقتی یاخته عصبی تحریک میشه، حالا به هر روشی تحریک بشه، یا ناقل عصبی یا محرک بیرونی، در محل تحریک اختلاف پتانسیل دو سوی قشا به طور ناگهانی تغییر میکنه. داخلی یاخته از بیرون آن مثبت تر میشه و پس از زمان کوتاه اختلاف پتانسیل به حالت آرامش برمیگرده. همش رو میگیم کل این تغییر، یعنی از منفی 70 به مثبت 30 بازگشتش به منفی 70 کلش رو میگیم پتانسیل عمل. به همین جهت ما میگیم مثلا فرض بگیر کل اینا باید در نظر بگیرین وقتی گفتن در پتانسیل عمل، و نمیتونید فقط بعضیا رو به بالاشا میگن پتانسیل عمل. هنگام پتانسیل عمل در یاخته عصبی چه اتفاقی رخ میده؟ در قشای یاخته عصبی انواع پروتئین وجود دارن، یه سریشون کانالای دریچه دارن، پمپ سدیم پتاسیم هم داریم، کانال نشتی هم دارن. با تحریک یاخته عصبی با ناقل یا محرک بیرونی هر چی میخواد باشه باز میشه، یونها ازش عبور میکنن. آقا همه یونها ازش عبور میکنن؟ بچه‌ها همینجا نگاه کنید، این جمله غلط نیستا، نمیدونم توی یک کلاس مطرح شد که جملات کلی ها باید بگیم آقا یونها عبور میکنن. خب همه یونها عبور نمیکنن، پس جمله غلطه، جمله کتاب یونها ازش عبور میکنن. آقا همه یونها نه دیگه،
خب پس کانال های دریچه دار وقتی باز میشن ازشون یه سری یون ها عبور میکنن بسته به نوش. وقتی قشای یاخته تحریک میشود ابتدا کدوم کانال های دریچه دار سودیوم باز میشه، یون های سودیوم فراوانی، دقت بکنید نسبت به نشتی مقدار ورود خیلی بیشتره، خیلی بیشتره، وارد و بار الکتریکی در اون مثبت‌تر می‌شود. پس از زمان کوتاه این زمان رو در حد میلی ثانیه است، یعنی به ثانیه هم نمی‌رسه، این کانال‌ها بسته میشن. این همون نقطه‌ای هست که گفتیم بسته بودن همزمان رو داریم و کانال‌های دریچه دار پتاسیمی باز میشن، یون‌های پتاسیمی خارج می‌شوند. این کانال‌ها هم پس از مدت کوتاهی، بچه‌ها همه زمانمون مدت کوتاهی بسته می‌شوند، به این ترتیب دوباره پتانسیل غشا به پتانسیل آرامش برمیگرده. پس چی برگردون؟ کانال های پتاسیم دریچه دارش چه جوری برگردون؟ باز شد، یون های پتاسیم رفتن به سمت بیرون و دریچه داخل ها منفی کردن. وقتی بسته شد دیگه قفلش کرد توی اون عدد منفی 70. ولی نکته آخر، میخوایم غلظت یون ها هم به حالت آرامش برگرده. چی برمیگردونه؟ فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم. بچه ها خسته نباشید.